لبليل الهجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبوي في هذا الصلاة وفي كل الصلاة وليا وحافظا. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن دارم بسر هوای تو يا ابن فاطمة دارم به سر هوای تو يا ابن فاطمة يا ابن فاطمة دل بسته بر عطای تو یا ابن فاطمه 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 عمریست عمریست رو به کعبه نشستم امیدوار تا بشنوم صدای تو یا ابن فاطمه يا ابن فاطمة يا ابن فاطمة يا ابن فاطمة كيف شبعت بكوچه دیدار بشنوم کی می شود به کوچه دیدار بشنوم زنگ صدای پای تو یا ابن فاطمه یا ابن فاطمه مولای من بیگانه کن به نیم نگاه دو عالمم یه نگاه کن امروز به این روسیا یه نگاه کن به جمع محبان آقا دل خسته آمدن
سر سفره شهدا نشستیم امروز آقای عنایتی یه گوش چشمی اگه میخوای صبح جمعه برام اولاد گریه کنی از خود آقا مدد بگی بیگانه کن به نیم نگاه از دو عالمم تا گردم آشنای تو عاشقان امام زمان بلند بگیر ندبه کنان به لطف تو امید بسته ایم محتاج یک عطای تو محتاج یک عطای تو آقا دردای دل جلوی مردم با کی بگن سوز دل جلو با کی بگن منتظرن صبح جمعه بیاد سر به خیمه بگذارن سر به خیمه قشنگ تو مولا بگذارن و با تو درد دل کنن مولای من غم فراق ببین با دل ما چه می گنه ندبه کنان به لطف تو امید بسته ایم محتاج یک عطای تو یبن فاطمه فاطمه یا ابن فاطمه باشد که با کند گرم از کار بستم دست گره گشایت رو یبون عبادم اگه تو نگاه هم کنی همه کارام درست میشه اگه تو نگاه هم کنی دردم درمان میشه مگه صبح جمعه نیومدی با آقاد حرف دلتو بزنی چرا آرامی جلال به عنایت آقا درد درمون میشه اونایی که تو خونه نشستن الان منتظر زمزمه ی ندبه امام زمانه کجا برن این مردم با کی بگن درد دلشون و آقا جز شما کسی نداره یبن فاطمه یبن فاطمه صبح جمعه ما مهمون شهدای شهر ایزد خواستیم قربون شما شهدا برم شهید عزیزم پاشو بابای پیرت اومده شهید عزیزم پاشو مادرت اومده شهید عزیزم پاشو پذیرایی کن پسرت اومده همسر دل شکستت اومده دختر چش برای اومده بذار بگم امروز از این شهدا یکی از شهدای شهر ایزد خواست وقتی خواست جبه بره به همسرش گفت من دارم میرم یه بره اینو به
دخترم به دنیا بیاد دیگه بابا نداره، بابا شهید شده، نام این دختر رو میگذاری نام دختر پیغمبر فاطمه. این دختر که به دنیا بیاد بابا نداره، اجازه بدید همین اول دا دلا رو از کنار خیمه شهدا ببرم کنار قبر سه ساله ابی عبدالله. ای دختر از روزی که زبون باز گرد بگه بابا، قاب عکس بابا رو گرفت، اما ببینم برام دختری که بهانه بابا گرفت، سر بریده بابا بغل گرفت. ای حسین ای حسین، با این دستا شروع کرد بابا رو محبت گردن، بابای خوبم بابای مهربونم خوش اومدی، خرابم و روشن کردی بابا. بابا ببین گوشام درد میکنه، بابا ببین پام پر آبله. یا حسین یا حسین، جلال همه این جمعیت و همه عاشقان زیارت حرم رقیه و همین زودیات و حرمه او قد گمد و گم با سر بریده گم ام زینب، به خدا خونه دله دیگه بعد بابا محزون دلم، میدونی امه یتیمی مشکله تبله بی بابا همیشه خون دله، امه دیگه نگو بابا سفره، گلم امه میدونی که بربره، یه مرتبه سر گذاش رو سر بریده دیگه سر بلند نمی گله، اومدن سر بریده رو ببرن. بی بی زینب فرمود برید کنار، خودم سر رو بهتون بر میگردونم، دست گذاش رو شونش امه جانه رقیه جانه، پشو میخوان سر رو ببرن، اما دیدی دختر جواب نمیده، همچی که دستار از دور سر باز گرد، یه مرتبه رقیه یه تره سر بریده یه تره. یا حسین جانم انشالله کنار قبرش ناله بزنی. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى بقضائك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شردت عليهم الزور في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء بهم، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي
والثنى الجليل وأهبت عليهم ملائكتي وكرمتهم بوحيي ورفعتهم بعلمي وجعلتهم الذرية إلي والوسيلة إلى رضواني فبعد أسكنته جنة إلى أن أخرجته منهم وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمنت معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعد كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعد أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونوجت له من واجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستغفر من مدة إلى مدة إقامة لدينك ومجة على عبادك ولأن لا يزول الحق عن مغرب ويغلب الباطل على أمله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأغمت لنا لمن هاديك فنتبع آياتك من غاب أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفت من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من ائتمت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوقعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى السماء وأودعته بالماء ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نسرته بالروح وأففته بجبرائيل وميكائيل والمصومين من ملائكتك وعدته ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكت مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله
مودتهم في كتابك فقلت أقول لو أسألكم علي أجر إلا المودة في الغرب وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا مستبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامهم أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم الهاد فقال والملأ أمامي من كنت مولاه من كنت مولا فألي المولى اللهم والي بادي والسوء وقال من كنت على نبي فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأن له من لا هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا وأنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأغل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أوده المنوب حكمة فقال أنا مدينة ولي بابا فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابا ثم قال أنت أخي ووسيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وغربك هربي والإيمان مخالط لحمك ودمي كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز إداتي مشيئتك يا منابر من نور مبيضة وجوه المولي في الجنة وهم جيراني
ولولا انت يا علي يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من الأمان وهبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بغرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحظ في منقبة من مناقب يهدو وذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في اللعنة لرمة اللعين قد مترى فيه سناديد الأرب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وغنينيا وغيرهن فضبد على عداوته وكبد على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى الأحباب وقتله أشغى الآخرين يتبع أشغى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الغادين بعد مسرة على مغتى مجتمعة على قتية رجل وإقصاء ورده إلا القليل ممن وفى لرآية الحق فيهم فقتلا فأبسي ما نبسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائف من أهل بيت محمد وآله صلى الله عليه وآله فليبكي الباكل بإياه ولمثلهم فلتذر في الدور وليصرخ الصارخ ويضج الضجون ويهج الأجون أين الحسن أين الحسن أين الحسن أين الحسن
قافل ارباب من حسین آروم آروم داره بار سفر رو میبنده چند روز دیگه این قافل از مکه از کنار خانه خدا از همه آجی این قافل جدا میشه مردم بریم ترجمه عزای حسین رو آماده کنیم از ازل در طلبت چشم ترم گفت حسین هر کجا بال زدم بال و پرم گفت حسین یا با من بگید اونایم که تو خونه هر کجا صدای منو میشنوید دل و روانه شش گوش قبر اربابمون حسین گلین مادرم داد به من شیر محبت آری من حسینی شدم از بس پدرم گم حسین بابایی که زیر خاکت مادرانی که زیر خاکت یادشون کن هرچه دارم من از خوبی مادر دارم عوض قصه به بالین سرم گم حسین مردم رمزای خونگی رو بپا کنید تو فکر جمعیت هم نباشید یکی از بابای شهدا که از دنیا رفت خدا رحمتش کنه گفت روزه میگرفتم جمعیت نمیومد اینقدر دلم شکست به همسرم گفتم به همسرم گفتم دیگه تو خونه روزه نمیگیرم خرج روزه رو میدم مسجد محل حالا که کسی نمیاد من خونه رو آب و جارو میکنم چای آماده میکنم بیش از دو سه نفر از یه همزایه ها نمیان دیگه روزه نمیگیرم گفت با دل شکسته یرف و به همسرم زدم شب در عالم رؤیا دیدم یه بیبی مجلنه وارد خونمون شد رفت کنار منبر نشست دیدم این میگه حسین گریه میکنه گفت فلانی تو ناراحتی که مردم نمیان خونت ما هر شب میایم اینجا برا حسینمون گریه میکنیم ما میایم برا حسینمون عشق میریزیم دل شکسته نباش اگه کسی خونت نمیاد یه جمله بگم از اون لحظه ای که بیبی فاطمه درون قتلگاه میگه خودم دیدم حسینم سر بریدم خودم دیدم حسینم سر بریدن ز گلبن شاخهای تر بریدن حسینم وا حسینم وا حسینم پرچمای عزا رو آماده کنید این محرم و از همه محرمای قبل انشاءالله بهتر بپا کنیم عین الحسن و عین الحسین عین ابناء الحسین سالمون بعد از ساله و صادقون بعد از صادق عین السبیل و بعد از سبیل عین الخیرت و بعد الخیرت عین الشموس و طالع عین الاقمار المنیر عین الانجم و الظاهر عین علام الدین و قواعد
أين بقية لا التي لا تخلو من الهجرة الغادية؟ أين المؤد لقطع دعبر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمتب والواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنم؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين مهيئ عالم الدين وأهله؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين آدم وابنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاسد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع هبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد الهتات والمردى؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز ذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب لا الذي منه يؤتى؟ أين وجه لا الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل السلام والرضا؟ أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء يا حسين؟ بدم المقتول بكربلاء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ بيامو درد اجران منب الله مداوا کن، نگاهی از کرم بر چشمهای بسته ما کن. یبن فاطمه بیا از غربت جدت بگو با مردم عالم، بیا و چشم ما را از سرشک سرخ دریا کن، بیا دست ید اللهی برون از آستین آور، تناب خصم را از دست های امد با گل. آقا جانم کنار الغم با مادر مظلومت زهرا، دو چشم خیش را دریا به یاد چشم سقا گل.
سر بالای نی آبای قرآن، خنده دشمن بیا دروازه ساعت و زینب را تماشا کن. امروز صبح مهمون شهدا هستیم تو شهر عزت خاص. بگذارید از شهدا بگم، ندبمون با یاد و خاطره شهدای عزیزمون باشه. در و دشت الهی خیر از عمرش نبینه 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 کسی که پا روی لاله بذاره بذاره، کسی که پا روی لاله بذاره. هر کم و زیادی میشه هر گوشه مملکت، ای مردم ای خانواده های شهدا، قلبشون میزنه. یک کسالت مختصر بر و رهبر بود، چقدر این مردم دلنگران شدن. انشالله مادرم قصه نخور، امام زمان میاد، ای پدر جدید آقا میاد، انتقام همه این شهدا رو میگیره. بابای شهید میگفت اوم از وقتی که این خدا، از وقتی که خدای بچه رو به من داد بیمار بود، هر چی رفتم اطبا شفا پیدا نکرد. دیدم این بچه روز به روز داره ضعیف در میشه، لاغر تر میشه. بچم رو دستم داشت پرور میشون، به همزرم گفتم این بچه رو بیا ببریم کربلا. ما قبل از انقلاب همزرم گفت آخه این بچه داره میمیره، کجا میخوای ببریم؟ من از مادرهای شهدا و بابای شهدا عذرخواهی میکنم، شما رو بردم تا خاطرات کودکی بچه‌هاتو. یادتون افتاد به روزایی که خدای بچه رو به شما داده بود، این نگاه به صورتش میگردی، گلبوسه به صورتش میزدی، فکر نمیگردی یه روز این عزیزم زیر خاک باشی و تو بالا سرش نشسته باشی. ای میگفتی بابا انشالله پیر بشی از زای دستم بشی، میگفتی بابا پیر بشم تو از زای دستم باشی. گفت به همسرم، گفت حالا که دلت این طوری میخواد بریم، گفت از اصفهان بلند شدم، یه مقدار پول قرض کردم، راهی حرم امام حسین شدم. گفت این بچه بین راگاهی حالش اینقدر بد میشد، گریه میگردم میگفتم یا ابا عبدالله دارم این بچه رو میارم حرمه، یا ابا عبدالله عنایت کن بر نگردم اصفهان، بعضی ها ملامتم کنن. گفتم چی که رسیدیم کربلا، همسرم گفت خیلی خستم. گفتم من میخوام این بچه رو همین حالا ببرم حرم حربا. گفت اومدم این بچه رو بغل گرفتم، یه سلام دادم به آقا، گفتم آقا این بچه رو برای شفا نزد شما آوردم. گفت نشستم زیارت خوندم این بچه مریض رو پام، یه مرتبه خواب چشمم رو گرفت، یه صدایی از درون زریح بلند شد چی میخوای؟ گفتم یا ابا عبدالله
باشه وای بچه ما میخوام آی مریض دارا آی اونایی که مریض زبان علاج داری امروز صبح یا حسین بگو ایشالله خدا مریضت شبا بده به مرمت شمدا گفتیدم یه ندا بلند شد گفت ما بچه تو شفا میدیم اما این بچه رو به ما بده دیگه برا ما باشه گفتم یا ابا عبدالله برای شما میگه نوری از درون زری به صورتش برتاب شد از خواب بیدار شدم خیلی خسته بودم خواب منو گرفته بود یه مرتبه دیدم این بچه چشماشو باز کرده آروم آروم داره گریه میکنه گفتم ببرمش پیش مادرش دیدم داره غذا میخوره کم کم رنگ رخسارش باز شد دیدم بچه شفایاب روزگار انقلاب و جنگ شد این شد جوانی با قامت رعنا یه روز گفت بابا امام فرموده جبنه ها رو پر کنید من باید جبه برم گفتم عزیزم برو خدا نگهداره اما برو از مادر تن اجازه بگیر دیدم اومد تو اتاق مادر سر سجاده ی نماز نشسته همچی که اومد کنار مادر مادر سلام نماز داد دیدم این جوونم دستار و دور گردن مادر انداخته دیدم من سرم هی زیر گلوشو میبوزه میگه برو خدا نگهداره میگه چند روز گذشت از جمعه رفتنش یه مرتبه به ما خبر دادن بیای چند تا شهید و مردن یکی از این شهدا سر نداره تا اینو گفت یادم به اون خوابی که کنار قبر ابی عبدالله افتاد کنار قبر ابی عبدالله اون خواب و دیدم یاد اون خواب افتاده یاد موسایی که مادر زیر گلوش میزد افتاده گفتم یا حسین امانتم و قبول کن آقا جانم یا حسین باریکالله ایشالله کربلا لاله بزنی کربلا لاله بزنی قربون شما مردم ایام زیارتی خاصه امام رضاست هر کجای امام زاده بوده شما مردم چقدر احترام گذاشتید گوشه گوشه این مملکت این مردم سند افتخار دارن زنای خالد آبادی تو باد رود رفتن بر بدن آقا علی عباس حرمت گذاشتن تشییع کردن بدن و در خود قم مردم چه استقبالی از حضرت معصومه کردن اینجا امامزاده سید علی رو مردم در جوار قبور شهدا چه احترامی میکنن خود امام رضا وقتی شهید شدن زنای محله نوبان گفتن مهرمون علا ما میخوایم بریم تشییع جنازه پسر فاطمه هر گوشه ی این مملکت یکی از بچه های فاطمه باشه حضرت احمد ابن موسی در شیراز چه احترامی این مردم میگذارن همه اینا رو گفتم برای این اما ببینم مردم آی خواهرای شهدا آی مادرای شهدا شما کجا بودید کربلا یاری زینب گنیدید گفت ته گودال فقط پیکر تو مانده و من همه رفتن ولی مادر تو مانده و من
مرده پارهای بدن بی زن تو مرده و من یه یا حسین میگی گریه داری گریه کن اش نداری یا حسین بگو یا حسین ندی زینب چی میگه گریه کن گوش کن بوسه باید به روی گونه نشیند اما چاره ای نیست لگه هنجر تو مرده با من حسینم جای یک بوسه برای زینب نمونده تو با عباس که رفتید از اون روز به بعد زخم های بدن دختر تو مرده با من با بیلا حسین جون تو رفتی من موندم و کبودی بدن رو غیر حسین جون رفتی من موندم و گوش پاره رو غیر دست و پا می زدی و پر زدی و بعد از آن خاطرات نفس آخر تو مونده و من خیمه سوخته و اهل حرم آواره غصه دختر بی معجر تو مونده و من ای حسین حسین جان حسین جان حسین آرام جانم بدم المقتول به کربلا این المنصور علا من اعتدا علیه و افترا این المبطر الذي یجاب و ادادا این صدر خلاق دل بر و تقوا این ابن النبی المصدفا و ابن علی المرتبا و ابن خدیجة الغراء و ابن فاطمة الكبرى بابي أنت و أمي و نفسي لك المغى والحمى يا ابن السادة المغربين يا ابن الرجباء الأكرمين يا ابن الهدى المهديين يا ابن الخيرة المغلبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضياء يا ابن الشوب الثاغبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضمة يا ابن الأعلام اللائمة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المعثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الغرامات يا ابن البراهين الواضحة
آدم آچل بانران یبن الوجج البال غامات یبن النعم السابق آمات یبن الطاقا والمهجمات یبن یاسین والضاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فسد الله فكان قاب قوسين او ادنى ذنوبا واغترابا من العلي الاعلى ليت شعري أين استقرت بك النظام بل أي أرض تغلك أو ترى أبرد باب غير مهم ذي طبع عزيز علي أن أرى الخلق بل ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازل ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شاغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فغنى بنفسي أنت من وغيد الزيل يصام بنفسي أنت من أثير مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد من لا تضغى بنفسي أنت من نسيب الشرف لا يصام إلى متى أهار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى يا عزيز علي أن أجاب دونك بعناظا عزيز علي أبكيك ويخذلك المرض عزيز علي أن يجري عليك دونهم مهجر هل من مؤين فوتي لا مأوى لأبي لا بل بكى هل من جزوء فوسعد جزام إذا خلق هل غذيت عين فسعدت عيني على الغبار هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتسلى يا ابن نامي بعدة فنهضى متى نرد منايلك الربية فنرمى متى ننتفئ من عذب هواك فقد طال الصدى متى نغاديك فنرابك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لباء النسر تراك أترانا نوف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض أدلوك فأدقت أعداك أهوالك وإقابك وأبرت الوتات مجادة الحق وقطعت دابر المتكبرين واشتفقت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فا
بين دكال عدو وانت رب الآخرة فاغل يا غياث المستغيث فاغل روز جمعه و زمزمه ندبه امام زمان و روز زیارتی امام رضا علیه السلام میخوام برای دقایقی دلا رو بردارم ببرم کنار پنجره پولا کیا با امام رضا عرض دارم کیا با امام رضا کار دارم بسم الله امام مهربانیه امام عطوفت امام عشق امام رعفت دل از شما جدا نشود یا امام رضا یا امام رضا تا غافل از خدا نشود یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا بیگانه با حقیقت عالم بود اگر دل با تو آشنا نشود یا امام رضا آه اگر پناه نیارد به دامنت آه اگر پناه نیارد به دامنت از بند غم رها نشود یا امام رضا یا امام رضا هر دل که در طواف زریغت نکرد سر آینه صفا نشود یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا ای حجت رعوف الهی که هیچ کس شرمنده شما نشود یا امام رضا آماده ای برین حرمش اینو شهید بزرگوار حضرت آیت الله مدست غیب تو کتابش آورده میگه حاج احمد شنوئی کنار قبر امام رضا نشسته بودم دیدن یه پیر مردی خیلی نورانی گوشه نشسته مجذوب نورانیت این پیر مرد شد گفت رفتم کنارش سلامش کردم جواب سلام منو داد فهمیدم از برادران عربه گفتم بابا از کجا اومدی گفت از عراق از کاظمین اومدم خیلی سال میام زیارت امام رضا گفتم بابا از زیارت هایم که اومدی از این سفرام خاطره ایم داری گفت جوون بودم یه سفر با پای پیاده از کاظمین اومدم زیارت امام رضا همچی که خواستم از کاظمین خارج بشم دوتا از رفقام اومدن پشت سرم گریه کردن گفتن میریم مشهد سلام ما رو به امام رضا برسون گفتن با گریه اینا بدرقه من کردن همچی که وارد مشهد شدم گفتم برم استراحت کنم استحمامی غسل زیارت گفتم نه بذار با همین خستگی با این پای مجروح برم زیارت امام رضا با گرد و غباری که از کاظمین به سر و رو داره گفت اومدم وارد شدم به صحن و سرا رفتم زیارت کردم یه گوشه نشستم خسته بودم خوابم برد یه مرتبه دیدم خود امام رضا وارد شدن
مقابل هر زائریم هم نامه میگذارن. گفت بلند شدم گفتم آقا جون شما امامید اجازه بدید من این کارو کنم. ببونه اینا زائرای خودم هم. اینا مهمون خودم هم. خودم میخوام از جون پذیرایی کنم و گرفتارا مریض دارم. بسم الله امام رضا امام مهربونیه. بسم الله یهش که ججم و یه سوز دلی. گفت امام رضا فرمود بنشین. امامم امر کرد امرشو اطاعت کردم. دیدم مقابل من سه برق گذاشت. نگاه کردم دیدم آره امان نامس امام رضا به من داده. گفتم آقا ببخشید مقابل همه یک امان نامه گذاشتی مقابل من سه امان نامه. گفت یکی مال خوده دوتای دیگه مال اون رفقایی که با گریه بدرقت کرده. گفتن سلام ما رو به اماممون برسونید و برقه برا اونا. یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا به قولی ایام شهادت شما غم هست. آخ بمیرم عباسد میگه یه منطبه در رو باز کردم. امام رضایی ناله بزنید. آی خواهرا امام رضا غریبه تو این مملکت. شما امروز براش ناله بزنید. آی مادرا شما براش ناله بزنید. عباسل میگم چی که در آباد گرده. دیدم سر امام رضا رو پایه یه نوجوانه. گفتم آقا که من درها رو بسته بودم. من که درها رو بسته بودم شما از کجا آمدی؟ فرمود عباسل میوه یه دلم جوادمه. آخ بمیرم آخ بمیرم. اینجا سر آقا علی ابن موسر رضا رو پای جوانش جوادش. اما بمیرم کربلا. آی بابای شهدا بعد این همه سال چه احترامی گذاشتن. امروز مردم اومدن به حرمت شهدا. آخ بمیرم کربلا. همه دیدن حسین ای ناله میزنه ای میگه ولدی علی علت دنیا بعد کلبا. دیدن رفتیم بابا داره بلند بلند ناله میزنه. دشمن از یه طرف داره دست میزنه. دیدن رفتیم بابا بدن پاره پاره رو بغل گرفت. آخ بمیرم. یه مرتبه دیدن حسین سر علی رو بالا که صورت رو بلند کرد. دیدن خون صورت علی به محاسن عبی عبدالله. ای حسین دیدن یه بانو داره میدبه خدایا کیه. دیدن عقیله یه بنی هاشم زینب دو تا ناله زده. گاهی میگم وای حسینم المزدنيفين وبعيدك المبتلى وأري سيدا يا شديد القوى وعزلا ومبين أسى والجمع وبرد غليلا يا من على العرش استوى من ومن إليه الرجاء والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك. خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما وماذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغهم إلا تيمنا.
حجتم وسلاما وزدنا بذلك يا رب الكرام وجعل مستقرا لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك أيامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدي ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آباء البررة وعليهم أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأغفر وصليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعدده ولا نهاية لمدده ولا نفاذ لمده. اللهم واغن بالحق وأدهد به الباطل وأدل به أوليائك وأذلل به عدوك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بوجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليك والاجتهاد في طاعتك واجتنابك وامنن علينا برضاك وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهواجنا به مغبيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسغنا منه بجده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان ربيا هنيئا سائغا لا دمع بعدا يا أرحم الراحمين.